سلام عزیزای دل، خوش اومدین به کانال من. امیدوارم هر جا هستین شاد و پیروز باشین. دوستتون دارم خیلی زیاد. دوستان، امروز اومدیم با یه آموزش جدید در خدمت شما عزیزان باشیم. بنا به درخواست زیاد شما عزیزان، امروز تصمیم گرفتم ویدیو آموزشی تنظیمات اولیه ریسیور و جستجوی دستی اینا رو ویدیو آموزشی برای شما درست کنم و به اشتراک بذارم تو کانال شما، ببینید و لذت ببرید و حتما حتما برای حمایت از من لایک و کامنت و سابسکرایب فراموش نشه. عزیزانی که الان دارین این ویدیو رو ببینین، اگه کانال منو ساب نداری ساب کن، کلی آموزشات مربوط به ماهواره داخل کانالم هست، میتونی نگاه کنی، خودت نصاب حرفه‌ای بشی و از این راه کسب درآمد کنی، یا نیازی به نصاب برای هر دقیقه تنظیم دیشتون نداشته باشین. خب دوستان، قبل از هر کاری میریم سراغ تنظیمات آنتنمون. که دارم کلن تنظیماتش هیچی نداره، فابریک خود کارخانه است و من بهترین فرصت دونستم گفتم این آموزش رو بذارم شما هم ببینید و لذت ببرید. دوستان، همجوری که الان میبینیم تو صفحه اصلی هیچ شبکه‌ای موجود نیست. خب میریم سراغ نصب ماهوارمون. من ناگفته نباشه دیشی که بالا پشت بوم تنظیمه به سمت ماهواره بعد هستش، یعنی شبکه‌های استانی و داخلی رو میگیره و میریم سراغ نصب ماهواره بعد. خب دوستان، قبل از هر کاری منو رو از روی کنترل فشار میدیم، یه منو جدید براتون باز میشه، نوشته نصب، سازماندهی، نمیدونم خدمات، تنظیمات STB و غیره و غیره. ما با گزینه‌های آخر هیچ کاری نداریم، میریم سراغ نصب. روی نصب اوکی میکنیم که معمولا از شما پسورد میخواد برای وارد شدن داخل منوی جدید، که بهتون بگم تمام ریسیورهایی که از کارخانه به دست شما میرسه که صفر هستن، معمولا پسوردشون 4 تا صفره، ولی بعضی اوقات میبینین خود نصابا تغییر دادن یا خودتون تغییر دادین دیگه، اون پسوردی که وارد کردین و دیگه خودتون باید بدونین دیگه پسوردش چیه. خب من 4 تا 0 رو زدم، برام یه منوی جدید باز شد، نوشته تنظیم آنتن، جستجوی اتوماتیک ماهواره، جستجوی دستی. بریم 3 تا گزینه اول، تنظیم آنتن اوکی میکنیم روش، چنین منوی برای ما باز میشه. دوستان ناگفته نباشه، اگه یک دونه دیش داریم با یک LMB اصلا نیازی نیست وارد این منو بشین. متوجه هستین دوستان؟ اصلا نیازی نیست وارد این منو. فکر میکنیم کلن یه دونه LMB داریم، میریم سراغ قسمت گزینه دوم منومون، نوشته جستجوی دستی، از این قسمت اوکی میکنیم. نگاه کنیم این پایین این قسمت نوشته قدرت سیگنال، کیفیت سیگنال. شما به محض این که LMB تون وصل بشه به ریسیورتون، این قدرت سیگنال باید 90 تا 95 جا به شما نمایش بده. در غیر این صورت یا LMB تون مشکل داره یا سیم آنتن تون جایی قطعی داره که باید برین پیگیر بشین ببینین کجا مشکل داره که مشکل رو حل کنین. خب دوستان، تا زمانی که فرکانس درست رو وارد نکنیم اون کیفیت سیگنال از بولمپ تغییری نداره. خیلی از دوستان میگن ما جهت رو نصب کردیم، قدرت سیگنالمون 95 تا 96 ولی کیفیت سیگنال نداریم. خب باید فرکانس وارد کنین داخل دستگاهتون تا کیفیت سیگنالتون بیاد بالا. خب از این بالا نوشته آنتن بشقابی، یعنی شما باید ماهواره‌ای که دیشتون سمت هر ماهواره تنظیمه این بالا انتخابش کنین، و اگه تک LMB باشه اصلا نیازی نیست اسم ماهواره رو انتخاب کنین، یعنی شما رو هر ماهواره‌ای میتونین همون جهتی که تنظیم شده رو بگیرین، پس اسم ماهواره زیاد مهم نیست. دوستانی هم هستن که میگن ما ریسیور قدیمی داریم، مثلا ماهواره 11 رو نداره، که قبلا توی ویدیوی درمان چند ماه پیشم توضیح دادم که چجوری بدون ماهواره 11 شما شبکه‌های 11 رو داشته باشین. خب ما مثلا الان دیش من به سمت بعد تنظیمه، الان میخوام فرکانس‌های بعد رو وارد کنم و شبکه‌های بعد رو بگیرم. خب گفتم اسم ماهواره زیاد مهم نیست، اگه
توی منوی سمت راستیتون اسم ماهواره بد بود که انتخاب میکنین. اگه نبود اصلا مهم نیست، شما یک دونه از اون اسما رو انتخاب کنین. خب اینجا نوشته فرکانس، گزینه دوم نوشته فرکانس. شما باید فرکانس ماهواره بد یا 11 یا هر جهتی رو که میخواین تنظیم کنین، حالا از اینترنت، از پیج من یا از سایت، فرکانس های جدید رو بگیرین که اینجا به دردتون میخوره. من الان تنها فرکانسی که تو ذهنم هست 11900، مال شبکه های 1 و 2 و 3 و جام جم و ایناست. بعد اینجا حالا عمودی یا افقی بودن LMBتون یا همون فرکانستون رو باید مشخص کنید. ببینید که چی بهتون دادن، چه فرکانسی بهتون دادن. مثلا 11900 اگه عمودی رو عمودی باشه، اگه افقی هم رو افقی باشه. من الان حضور ذهن ندارم عمودی بود یا افقی بود، ولی نرخ و نشانش رو میذارم رو 27500. خب دقت کنید دوستان، تو این قسمت کیفیت سیگنالمون شد 95%، یعنی همون جهت LMB مون عمودیش درست بود، نیازی نیست افقیش کنیم. به معنی که شما فرکانس رو وارد کنین، نرخ و نشانه اینجا نشده نرخ و سمبل خان، اینو وارد کنین. اگه این پایین کیفیت سیگنالتون اومد که درسته، اگه نیومد اون عمودی را یا افقیش کنین، یا اگه افقی بود میکننش عمودی. اینجا نوشته نرخ و رمز، همون FEC فکر کنم. اینا معمولا که نه، همیشه بذارین رو حالت خودکار. رو حالت خودکار که باشه خودش دیگه اتومات تنظیم میکنه. بعد نوشته حالت جستجو، همه کانال ها یا شبکه های رایگان یا کانال های کارتون، ما میذارم رو همه کانال ها. بعد اینجا نوشته جستجوی شبکه، میذاریمش رو حالت فعال و اوکی میکنیم. به محضی که اوکی کردیم منوی جدید براتون باز میشه و شروع میکنه به جستجوی فرکانسی که وارد کردین. تو اون فرکانس ممکنه 10 تا شبکه باشه، ممکنه 20 تا شبکه باشه. باید صبر کنین تا این منوی جدید برای شما باز شه. وقتی باز شد شما میگه ازتون سوال میکنه آیا میخواین شبکه هایی که پیدا شده را میخواین ذخیره کنین یا نه. مسلما باید بزنین بله. خب دوستان تا اینجا متوجه شدین، الان نگاه کنین چند تا شبکه برای من اضافه شد. همین راحتی با همین روش شما میتونید ماهواره یاست هم اضافه کنین روی ریسیورات. امیدوارم هر جا هستین شاد و پیروز باشین. دوستتون دارم خیلی زیاد. لایک، کامنت، سابسکرایب فراموش نشه عزیزان. خدا نگهدار شما عزیزان.